سلام، به آشپزشو خوش اومدید. شاید شما همین مطلب رو شنیدید که نوشیدن آب یخ باعث ایجاد کبد چرب میشه. آیا واقعا همینطوره؟ با من باشید تا ببینیم که این باور درسته یا غلط. عواملی که باعث ایجاد کبد چرب میشن عبارتند از افزایش وزن، مصرف غذاهای پرچرب مثل کله پاچه، غذاهای سرخ شده، روغن حیوانی، لبنیات پرچرب، سوسیس و کالباس یا افزایش دریافت کربوهیدرات های ساده مثل قند و شکر و نبات، مربا، دسر، شیرینی و کیک، بیسکویت و شکلات، نوشابه، بستنی، برنج سفید و نان بدون سبوس. همچنین کم تحرکی، مصرف الکل، کاهش سریع وزن، بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون از دیگر عوامل ایجاد کبد چرب هستند. ولی تا کنون هیچ مطالعه ای اثر دمای آب بر کبد چرب رو تایید نکرده. مضاف بر این که بعد نوشیدن آب یخ، آب داخل دهان، مری و معده با بدن همدما میشه و بعد از طریق روده به گردش خون جذب میشه و در نهایت به کبد میرسه. پس ادعای مبنی بر تشدید کبد چرب به علت نوشیدن آب سرد و یا درمان کبد چرب به علت نوشیدن آب گرم صحت ندارد و باور غلطی است. البته شایان ذکر است که نمیگوییم مصرف آب یخ برای سلامتی مفید است. هرچه دمای مایعات مصرفی به دمای بدن نزدیکتر باشند برای سلامتی بهتره. فقط میگیم که مصرف آب یخ هیچ ربطی به ایجاد کبد چرب نداره و جنبه علمی هم نداره. دوستان، اگر این مطلب براتون جالب بوده پست رو لایک کنید. چنانچه هنوز عضو کانال آشپزشو نشدید سابسکرایب کنید. زنگوله رو هم بزنید تا از زمان آپلود پست های بعدی کانال آگاه بشید. ممنون از حمایت و همراهیتون. تا پست بعدی، بدرود.